یوحنا فصل 21. چند بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دوگانگی و نتانائل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس با آنها گفت: من می خواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو می آییم. پس آنها برای افتاده سوار کشتی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقت صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. او با آنها گفت: دوستان، چیزی گرفته اید؟ آنها جواب دادند: نه خیر. عیسی با آنها گفت: تو را به طرف راست کشتی بیاندازید، در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تو را به داخل کشتی بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقت شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباس خود را به خود پیچید و خود را به داخل آب انداخت. بقیه شاگردان با کشتی به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتش دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقدار نان آماده بود. عیسی با آنها گفت: مقداری از ماهی هایی را که حالا گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف کشتی رفت و طوری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. عیسی با آنها گفت: بیایید نان بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همین طور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان و شاگردانش ظاهر شد. بعد از صرف نان، عیسی به شمعون پتروس گفت: ای شمعون پسر یونا، آیا به من بیش از اینها محبت داری؟ پتروس جواب داد: آره ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: پس به بره های من خوراک بده. بار دوم پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا به من محبت داری؟ پتروس جواب داد: ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. عیسی به او گفت: پس از گوسفندان من نگهبانی کن. سومین بار عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس از این که بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری، غمگین شده گفت: خداوندا، تو از همه چیز اطلاع داری، تو میدانی که تو را دوست دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو میگویم، در وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر شوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگ نمود که پتروس برای عزت و جلال خدا باید به آن جان بدهد، و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس چهار طرف خود را نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست داشت از عقب می آید، یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود: خداوندا، کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد، از عیسی پرسید: خداوندا، عاقبت او چی خواهد بود؟ عیسی به او گفت: اگر اراده من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چی ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان برادران پیچید و همه گمان کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود: اگر اراده من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چی ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می دهد، و ما می دانیم که شهادت او راست است.
البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، گمان میکنم تمام دنیا هم گنجایش کتابهایی را که نوشته میشد نمی داشت.